مهناز، ای مهناز، قشنگ بانو، بذار کامنت برات تعریف کنم ببین این مونه بر پیدا چجوری فرفریش کردم، زخمیش کردم عزیزم، قربونت برم. ببین زرنگ بانوی کی بودم من؟ کاملا تمام کارا رو سیاست و زرنگی، قربونت برم. ببین یه چند وقت پیش این مونه بر پیدا شوهرش اومده بودن شام خونه ما، ببینم خونه جای مختلف هی داره میچرخه، گفت بازرسی اومده. آره، دم رفت سراغ خاک گلدون، اونو با خاک گلدون برمیاد. گفتم با خاک گلدون چیکار دیگه؟ ببین خواستم خاک گلدون چیه انقدر این گل گیاه خوب روش کرده؟ انگار یکی نیست بگه تو مهندس خاک شناسی خاکتون کلت. والا. آره دیگه بعد گذشت و من آره دیروز دیدم که تو این گلدونم داشتم تمیز میکردم، آره تمیز میکردم، یه دفعه دیدم گلدون از دستم افتاد و گفتم تو این گلدون چیه؟ یه چیزی آره چه شبیه مثلا یه نوشته بود، نگاه کردم دیدم دو وسط دو اسم من شوهرم نوشته بودم. والا گفتم خارش روزگار خار، تو چقدر سلیطه‌ای، سلیطه بانو برپریده. والا بعد دیگه از عصبی شدم قاطی کردم، گفتم یعنی رفتم با دو گرفت به ما چی کردی سریت بانو؟ هیچ چیز سریت نگم به مادر شوهرم. گفتم چی شده مادر شوهرم؟ طبق معمول گفت مادر اشتباه میکنی، اون اصلا نمیدونه دو چی، اصلا توی خطا نیست. خواستم بگم مادر جان تو خودت دعاخور شدی که داری طرف اونو میگی. حالا من چقدر سادم دخترم، چه من سادم، من چی بگم؟ چقدر این خوش شانس، نگو تو کار دعا ماست که همه طرفشو میگیرن. آره دیگه بعد دیگه خیلی زرنگ و با سیاست. ببین عزیزم حالا بگم، من اصلا به دعا ما اعتقاد ندارم اصلا، نه بابا تو قرن 21 دارن آدم میفرستن فضا، دعا چیه؟ نه بابا، ولی از وقتی که این دو هر گذاشته توی گلدونا هر روز ما داریم دعوا میکنیم سر چیزای کوچیک، همش کارمون شده دعوا. والا حالا من از روی زرنگی و سیاست، چون همه کارام روی سیاست عزیزم، زنگ زدم ببین چجوری فرش دادم. آره زنگ زدم بهش گفتم آره مونه جون دوستم و مامانش اومده بودن خونمو، مامانش از اون که کار دعاست و حسش شیشمش عالیه، گفتم تو وارد خونه من شد گفت برای خونه دعا گرفتن. آره اول هیچ نگفت، شک کردو که من فهمیدم یا نه، هیچ نگفت نه. بعد گفتم آره انقدر کارش خوبه، هفته دیگه بذار بیارم خونه تو شاید مثلا بفهم خونه تو دو هست یا نه. بعد گفت خب دیگه چی گفت فهمید کاری کیه؟ گفتم نه نتونست بفهم، اینجوری نیست که بتونه بفهمه زرنگم دیگه. گفتم ولی یه کاری کرد، چند تا ورد خون، گفت هر دیگه دعا گرفته این شر رو ناراحتیش میخوره مستقیم تو زندگی خودش. آره این کارو کرد. گفت نه بابا فلانه، تو برو دعا رو بردو بنداز تو آب بذار از بین بره. گفتم کل خونه ببین بزرگ، من از کجا برم این همه یو بگردم و فلان، اشتباه نداره شرش خورده تو زندگی خود طرف. بعد یه خوش به زبون اومد و برو گلدون، مثلا گلدون کوچیکت رو نگاه کن، برو زیر آینه زیر فرشات رو نگاه کن، مطمئن باش اینجاها میذارم معمولا. آره دقیقا همونجا بود و خونه پر دعا شده بود. آره ببین میدونی من که اعتقاد ندارم اصلا به دعا، اصلا میمونیش برام مهم نبود نه، ولی واقعا از وقتی دو هر گذشته همش دعوا بود سر چیزای کوچیک، سر چای خوردن به هم گیر میدادیم. والا آره یه چی دیگه دوباره برجا هم ریختم تو آب، دوباره اینم زنگ زدم ترسوندمش، گفتم اون مادر دوستم برگشت گفته اشکوا اینکه دوباره ریختی بیرون، ولی گفتم شر و ناراحتیش هست دامنگیر اون طرف هست، ترسیده بود دیگه. آره بلوکرات افتاده بود. خیلی زرنگم قربونت برم. نه بابا من اعتقاد ندارم اینجوری، نه بابا میمون اصلا میمون به بچه، نه بابا اعتقاد ندارم عزیز، قرن 21 قرن 21 آره. ولی مثلا ناراحتم نمیشم، اینجوری چیزا نمیتونه من ناراحت کنه. قربونت برم عزیزم، خدا نگهدار.